آندره آتراموچنی سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال استقلال تهران میگوید اگر مشکلات حقوقیش با باشگاه حل شود همین فردا به نیمکت استقلال برمیگردد. رسانه‌های ایران گزارش کرده بودند که آقای آتراموچنی به دلیل پرداخت نامنظم حقوقش قرارداد خود را با استقلال فسخ کرده و از ایران خارج شده. بعد از این خبر طرفداران خشمین استقلال جلوی ساختمان این باشگاه تجمع کردند. آقای آتراموچنی سرمربی ایتالیایی تیم استقلال تهران از روم ایتالیا با ماست. آقای آتراموچنی خوش آمدید به برنامه. در وهله اول به ما بگید که کجا هستید و در چه شرایطی ایران رو ترک کردید؟ Hi, good evening to anyone first of all. And I left Iran. عصرم شما بخیر. قبل از هر چیز من ایران رو ترک کردم. طبیعتاً روز جمعه خیلی ناراحت بودم از این بابت. وقتی که سوار هواپیما شدم میدونستم که یک تصمیم خیلی سختیه. فرمودید که اگر که مشکلات حقوقی حل بشه حاضرید که همین فردا به نیمکت استقلال برگردید. دقیقاً به چه شکلی باید حل بشه؟ خواسته شما چیه؟ قبل از هر چیز خیلی روشنه که باید این رو روشن کنیم برای طرفداران استقلال که طرفداران استقلال این رو مستقیم از من بشنون و واقعیت رو از دهان من بشنون. طرفداران استقلال باید بدونن که طبق قوانین فیفا وقتی که قانونی وقتی که قراردادی هست بین یک اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده از همون ابتدا باید بگم که با وجود هشدارهایی که داده بودیم و با وجود اینکه ما این اراده رو داشتیم که همه چیز رو تحمل کنیم به خاطر بازیکن‌ها، به خاطر باشگاه و به خاطر طرفداران و به خاطر خودم همچنین به جایی رسیدیم، به ضرب العجله نهایی رسیدیم که بعد از مسابقه با خودرو انجام شد. نمیخوام حالا توضیح بدم دقیقاً که چه اتفاق افتاد چون دقیقاً هم نمیدونم، ولی متاسفانه واقعیت اینه که باشگاه قادر نبود که به تعهدات خودشون تحت قرارداد ما عمل کنن و این رفتارشون با یک مربی حرفه‌ای درست نیست و این برای کار رو ادامه کار رو ممکن نمی‌کرد. بنابراین برای اینکه به سوال شما پاسخ داده باشم، برای من کافیه که استقلال نشون بده که مشکل حل شده و استقلال قادر هست که برآورده کنه تعهدات خودش رو که در قرارداد پاش امضا گذاشته. اسماعیل خلیلزاده رئیس هیئت مدیره استقلال گفته که تخلف ایران انجام نداده، شما 340 هزار یورو دریافت کردید و همچنین گفته که شما بر طبق قراردادتون باید بر سر تمرین تیم حاضر می شدید. پاسخ شما چیه؟ قبل از هر چیز من نمیدونم که چرا این فرد اینطور صحبت میکنه. برای اینکه حتی اگر وقتی که من میگم که استقلال، حتی اگر گفتم که استقلال به تعهدات خودش تحت قرارداد عمل نکرده، هرگز چیزی که واقعیت نداشته نگفته و شاید آقای خلیلزاده رو رئیس استقلال یا دیگر اعضای هیئت مدیره بهش اطلاع درست نرسوندن. برای اینکه آقای خلیلزاده داره حرفی رو میزنه که اونها در ایمیل های رسمی خودشون چیز متضاد اون رو نوشتن. اونها دقیقا میدونن که چه اتفاقی افتاده، دقیقا میدونن که به کدوم تعهدات خودشون عمل نکردن و اونها کسانی هستن که باید به تعهدات خودشون عمل کنن، برای اینکه از نظر فیفا قوانین در سراسر جهان یکسان هست.
پاسختون به این صحبت آقای خلیلزاده که گفته شما میخواستید قرارداد 2 سالتون رو 1 ساله بکنید و همچنین پیشنهادهای بهتری از بعضی از کشورهای همسایه ایران داشتید چیه؟ I think that one of the problem of SRLAL that I can touch with my hands in these 5 months is this kind of behavior. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات استقلال که در این چند ماه تونستم که به طور ملموس حس کنم این طور رفتار باشه. آقای خلیزاده نباید بره پشت سر من بگه که من یک پیشنهادی دارم از یک باشگاه دیگر، چون این واقعیت نداره و این بی احترامی به من و به طرفداران باشگاه. من این آقا رو خوب نمیشناسم، من فقط یک بار ایشون رو دیدم، یک بار با ایشون ملاقات کردم، ایشون حتی به یک جلسه تمرین ما هم نیومده و اون وقت میاد چنین مصاحبه رو میکنه و چنین دروغهایی رو میگه. من از دروغ بیزارم. تنها چیزی که در ذهن من هست سرنوشت استقلال هست و از نظر من استقلال مثل خانواده من میمونه. بنابراین لازم نیست که یک شرایطی رو که شفاف هست گلالود کنیم و غیر شفاف کنیم. آقای استراموچنی، امروز استقلال بازی داشت، نمیدونم موفق شدید بازی رو دیدید یا نه، ولی در دفاع خوب عمل نکرد در حالی که تیمیه که پتانسیل قهرمانی ایران و حتی آسیا رو داشت. چه احساسی دارید از اینکه نیمه کار مجبور شدید این پروژه رو رها بکنید و به ایتالیا برگردید؟ I watched the game, the whole game. I never suffer. البته من این مسابقه رو تماشا کردم و هیچ وقت تا اینجا اینقدر سخت برام نبود، رنج نکشیده بودم برای تماشای یکی از مسابقه هام، برای اینکه من خودم رو جای بازیکنام میذاشتم و واقعا حرفی برای گفتن به بازیکنام ندارم، ایرادی به اونها نمیتونم بگیرم، برای اینکه اونها یک تیم خیلی بزرگی هستن که متاسفانه در این وضعیت دشوار قرار گرفتن. من فقط میخوام از اونها حمایت کنم، برای اینکه همه بازیکنانی که الان در استقلال هستن بازیکنان خیلی خوبی هستند، افراد خیلی خوبی هستند، بهترین فوتبال رو در ایران بازی میکنند و من میفهمم که از نظر ذهنی ممکنه چه مشکلی الان داشته باشند. بعد از مسابقه با بعضی از اونها صحبت میکردم و از اونها حمایت میکنم، اونها با من یا بدون من هر مسابقه رو میتونن ببرن چون بازیکنان خیلی خوبی هستند. بنابراین نمیتونم ایرادی به مسابقه امروز بگیرم. تنها کاری که میتونم بکنم اینه که حمایت خودم از اونا اعلام کنم، چون ما یک بلوک هستیم، یک تیم هستیم، مربیان و بازیکنان، و بنابراین من در طرف اونها ایستادم. آقای استراموچنی، در نهایت حتما دیدید که طرفداران و هواداران استقلال امروز چقدر عصبانی بودند و به باشگاه حمله کردند. در نهایت آیا اونها میتونن امیدوار باشند که شما به ایران برگردید؟ This is my first hope, and when I was talking with the players, is our general hope. این اولین امید منه و وقتی که داشتم با بازیکنام صحبت میکردم این امید همه ما هست. طبیعتاً از یک طرف این اتفاق باعث غم و اندوه من شده، ولی از طرف دیگه باید بگم که من خیلی مغرور هستم و افتخار میکنم به اینکه مربی استقلال بودم و مربی استقلال هستم، برای اینکه الان در ایتالیا در همه جهان رسانه ها میبینن که استقلال چه تیمی هست و شور و شوق و اشتیاق و احساسات طرفداران این تیم چطور هست. متاسفانه خیلی ها در دنیا هستن که نمیدونن ایران چه کشور خوب و بزرگیه، چقدر مردم ایران دوست داشتنی و مهمان نواز هستن و هر مهمانی رو در طوری باش برخورد میکنن که انگار در خانه خودشه، و بنابراین شاید این مسئله راجع به ایران خیلی خوب به دنیا، به بقیه دنیا معرفی نشده. بنابراین من امیدوارم که یک روز دوباره به ایران برگردم، امیدوارم که دوباره مربی استقلال باشم، ولی این چند ماهی که اونجا تجربه کردم باید بگم که همواره در قلب من باقی خواهد بود و چیزی خواهد بود که هرگز فراموش نخواهم.